من یه جمله درباره این قضایای اخیر بگم. در این قضایای اخیر نقشه دشمن نقشه جامعی بود، محاسبه دشمن محاسبه غلطی بود. درود بر شما همراهان گرامی و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی کشورمان. علی خامنه‌ای رهبر کودک‌کش رژیم جمهوری اسلامی پنجشنبه 22 دی ماه در جمع مداحان، نوح خانان و شاعران حکومتی آنها را تشویق و نیروهای وفادار به انقلاب اسلامی و نظام را برای مقابله با اعتراضات ضد حکومتی ترغیب کرد. به گزارش کیهان لندن، علی خامنه ای حدود 4 ماه پس از آغاز خیزش انقلابی در ایران بار دیگر به تشریح وضعیت رژیم پرداخت و برای امتیاز دادن به زرنگی و برتری جمهوری اسلامی از مهندسی خوب دشمن تعریف کرد و گفت: بنده به عنوان یک آدمی که این مسائل را نگاه می کنم و زیر نظر دارم و می فهمم، در دلم به مهندسی خوب دشمن آفرین گفتم. خوب مهندسی کرده بود، همه چیز را در جای خود به اندازه خود آماده کرد. چرا موفق نشد؟ چون یک پایه دیگر محاسبهش غلط بود. علی خامنه ای با اشاره به اینکه دشمن به قول او همه ی عوامل لازم برای اخلال و تخریب را به کار انداخت، افزود که عامل اقتصادی وجود داشت، چرا که وضعیت اقتصادی کشور خوب نبود و نیست و بنابراین مشکل معیشتی مردم زمینه‌ای بود که از آن استفاده کنند. رهبر فاسد و کودک‌کش جمهوری اسلامی ادامه داد که عامل امنیتی، نفوذ تیم‌های جاسوسی، قوقای ایران هراسی استکبار در دنیا به روش‌ها و شیوه‌های مختلف تبلیغی، همراه کردن بعضی عناصر داخلی با خودشان، تحریک انگیزه‌های قومی، مذهبی، سیاسی و شخصی و تبلیغات فراگیر از دیگر عوامل اخلال بود که از ماه‌ها قبل آنها را فعال کردند. وی در بخش دیگری از سخنان تکراری خود به روز بودن هوادارانش در قبال حوادث را شرط دیگری دانست که باید آن توجه کنند وگرنه شکست می‌خورند. وی در سخنانی که نشان می‌دهد تا چه اندازه از قیام انقلابی مردم هراسیده است، گفت که دنیا در حال تغییرات اساسی و تدریجی است و ما در دل یک پیچ تاریخی مهم یا درون آن قرار گرفته ایم که باید از این تغییرات مهم در دنیا و کشور آگاه باشیم، وگرنه عقب ماندگی ما از این تغییرات می تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد. علی خامنه ای در سخنرانی اش شاید اولین بار باشد که ترکیب عواقب جبران ناپذیر را آن هم برای هوادارانش به کار می برد. این به این معنی است که برای اولین بار در طول حاکمیت نکبتبار علی خامنه ای، وی دیگر مطمئن شده است که راه پس و پیش ندارد و از ترس بی اندازه خود هر بار تنها هوادارانش را هشدار می دهد و ترغیب می کند که هر چقدر می توانند ایستادگی کنند. اتفاقی که نشان از ریزش نیروهای طرفدار وی نیز دارد. او همچنین تلویحاً تظاهرات در ایران را بخشی از رویدادهای همان پیش تاریخی خواند و گفت: دشمنان 40 سال است که از هر طریقی علیه جمهوری اسلامی تلاش می کنند، اما چون محاسباتشان غلط بوده است و تا کنون شکست خورده، در آینده هم شکست خواهند خورد. وی هشدار داد که محاسبات غلط دشمن اما نباید موجب غفلت ما شود و باید حواسمان باشد. این برای چندمین بار است که در سخنرانی های علی خامنه ای از واژه هایی چون حواسمان باشد، غفلت نکنیم، پشت نظام درآیید استفاده می شود. علی خامنه ای در سخنرانی خود در روز 19 دی ماه نیز از طلاب و آخوندها خواسته بود به موقع پشت نظام بایستند و آن را تنها نگذارند. گفتن است که علی خامنه ای کمتر از 20 روز پیش از سخنان اخیرش در جلسه ای با حضور 45 تن از افسران سپاه و ارتش، فرماندهان سپاه ولی امر، سرتیپ حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی و معاونانش، سرلشکر باقری رئیس ستاد کل و سرلشکر غلام علی رشید معاون ستاد،
سخت به بیعملی بعضی از نیروهایش تاخته بود. اشتری که آن زمان هنوز روی کار بود، گناهش نزد خامنه‌ای زمانی بیشتر شد که پرسید: مقام معظم رهبری مشاهده می کنند ده ها کشته و هزاران بازداشتی، چیزی از خیره‌سری متمردان نکاسته است. شما دستور دهید ما اوامرتان را بر دیده می نهیم. و خامنه‌ای به گفته یک منبع مطمئن گفته بود برای تنفیذ تعلیمات من افراد تعلیم گذار لازمند و نه متزلزل. زنگ پایان اشتری نیز همانجا به صدا در آمده بود. در همین راستا گزینش رادان در همان روزی که رهبر بی کفایت و بی تدبیر و آدم کش رژیم فرمان اعدام دو نوجوان بی گناه را صادر کرد، آشکارا تأکیدی بر ترس علی خامنه ای بود و تأییدی بر اینکه وی به جنون رسیده است و گمانش بر این است که اشتری بی کفایت بوده است و دست او در کشتن جوانان کن بوده است که نمی تواند خیزش انقلابی مردم ایران را کنترل کند. در عوض علی خامنه ای گفته بود که رادان نوکر خودمان است و به دستش فتنه را می خوابانیم. این از سخنانی است که در یکی از بولتنهای محرمانه خبرگزاری فارس منتشر شده بود. رادان چنان که شیوه اوست با گرفتن اختیارات تام، بودجه محرمانه بی حساب برای خرید و فروش آدمها و حق تیر کارش را اکنون آغاز کرده است. بعد از آن علی خامنه ای کوشید با بزرگ کردن قصه مقاله احمد رشیدی مطلق در روزنامه های عصر و صبح مدعی شود که این مقاله شعله انقلاب را روشن کرد. اما مگر در این مقاله جز حقیقت سخنی ذکر شده بود که مردی که سابقه اش مجهول بود و به قشری ترین و مرتجع ترین عوامل استعمار وابسته بود و چون در میان روحانیون عالی مقام کشور با همه حمایت های خاص موقعیتی به دست نیاورده بود، در پی فرصت میگشت که خود را به هر قیمتی به ماجراهای سیاسی وارد کند و شهرتی بیابد. روح الله خمینی عامل مناسبی برای این منظور بود و ارتجاع سرخ و سیاه او را مناسب ترین فرد برای ضربه زدن به ایران بزرگ یافتند و او کسی بود که عامل واقعی ننگین 15 خرداد شناخته شد. روح الله خمینی معروف به سید هندی همان کسی بود که استعمار برای ضربه زدن به ایران پیدا کرده بود. حالا به نقطه ای رسیده ایم که اکنون علی خامنه ای هر چقدر هم تغییر دهد، هر چقدر هم سرکوب را سخت‌تر کند، باز هم شعار مرگ بر خامنه ای با همه اشکال دیگر آن از جمله مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر اصل ولایت فقیه، نشان دهنده خواسته عمومی مردم ایران برای سرنگونی این رژیم و استقرار دموکراسی و عدالت و برابری است. بی تردید از این پس تنین این شعار زیبا موجب اتحاد و تمرکز بیشتر مردم ایران علیه استبداد خونریز مذهبی خواهد بود. مرگ بر خامنه ای اگر الان در حد فریاد است، به زودی در صحنه واقعی تجسم خواهد یافت که هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد، وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب، بر دولت آشیان شما نیز بگذرد. ای تیغتان چون ایزه برای ستم دراز، این تیزی سنان شما نیز بگذرد. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال، با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه‌های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.